خانم شکیلا کیست و چگونه با فهیم فنا آشنا شد؟ سلام، وقتتان بخیر، به روزنامه خوش آمدین. در این ویدیو میخواهیم درباره این که خانم شکیلا چگونه با فهیم فنا آشنا شده برای شما به اشتراک بگذاریم. پس برای حمایت از ما ویدیوهای ما رو لایک کرده و کانال روزنامه رو سابسکرایب نمایید. آیا یک سیاسر اقدر دایی چی ناوخت بد میکنه؟ بسیار شرم از برش. ما آمدیم حقیقتا رو افشا ساختیم. اول خلق میخواییم از پیشش بخاطر که فهیم نرمند است. هر کس طرفداری از فهیم میکنه من رو بد میگن. خیر است؟ آیا یک سیاسر بسیار دل شکسته داره، در دل خود بسیار گپا داره. از دل مگر شما بفهمید؟ آیا شاید شما بیاین نمرای من مصاحبه کنین؟ هر کسی که میخواید من حقیقتا رو میگم، چیز که در دل من همه گیشه میگم. چرا گپای چطیت تا نمیزنین؟ چرا یک کمک تا نمرایم نمیکنین؟ کمک تا نبکنین، همکاری کنین نمرایم و گپای خراب نزنین. آی ما ایوازی که دلم صبر شود خوشم، شما گپای بدتان نمیزنین، دگاه مرا زرده میکنین. شکیلا یکی از بانوانی که مقیم کشور کانادا است و در یکی از آرایشگاه این کشور افای وظیفه میکند. او مادر سه فرزند میباشد و این مدت پیش رابطه خود را با فهیم فنا تایید کرده و گفت: من به خاطر فهیم از همسرم جدا شدم. من و فهیم در شبکه های اجتماعی و از طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم و بعد توسط مسنجر، واتساپ، ایمو و غیره ارتباط ما محکمتر شد، تا اینکه در روزهای قرنطین فهیم از من درخواست پول کرد و گفت: شکیلا جان، تو وضعیت افغانستان را میدانی، کار و بار نیست و من سخت به پول ضرورت دارم. خانم شکیلا میگوید: من به خاطر فهیم از همسر و اولاد خود گذشته و فریب فهیم فنا را خوردم. فهیم وعده‌های زیادی به من داد و مرا از همسر و اولادم جدا کرد. به گفته شکیلا، من پول زیادی به خصوص دلار کانادایی را برای فهیم فرستادم، به خاطر که فهیم را از دل جان دوست داشتم و من به این فکر بودم که فهیم با من ازدواج خواهد کرد و یک زندگی خوشی را با هم آغاز میکنیم. تشکر از اینکه در این ویدیو همراه ما بودین. لطف نمودن نظریتتان را با ما شریک سازید تا در ویدیو بعدی از آن استفاده کنیم. اگر تا حال چینل روز ما را سابسکرایب نکردین، حالا چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما بخبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.